آریانا افغانستان د افغانانو ترمنز د اړیکو وسیله. الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شما بيننده گرامی را مثل همیش به برنامه برگشت به قرآن آخرین کشتی نجات بر بشریت خوش آمدید میگم. امیدوار هستم که خوب و خوش باشین و ایام با سعادت نوروز را هم به خوبی سپری بکنین، روزهای خوب داشته باشین. امید است که سال خوب و پربار و پربرکت برای همه باشه انشاءالله در سراسر جهان. ما چند نکته است که باید تذکر بتم قبل از اینکه به اصل برنامه خود بریم. باید یاد بکنم که وبسایت ما vimeo.com چند هفته مشکل داشت اپلود کردن یا گذاشتن به خود وبسایت مشکل داشتم و یک تعداد از بیننده‌های ما ای بی ایمیل یا از طریق تلفن چیز کردن که اگه درست زودتر چیز شد چرا برنامه را وقت ندارن که یک تعداد لایف یا زنده ببینن از طریق برنامه که در وبسایت من میگذارم. برنامه هر روز را در وبسایت میگذارم در امروزش یا هر هفته را در امروزش هم بی دیگه. خوشبختانه که درستش کردیم، درست شده به کمک یکی از عزیزای ما که در این وارد بودن، لطف کردن و ای را فکس کردن و درست کردن. و من انشالله که برنامه چند دو سه هفته رو نگذاشتیم او را میگذارم، ولی برنامه امروز هم خب بگن دادم مصروف هستم، شاید تا شام خانه من میرم، بعد از شام انشالله که میگذارم میشه در وبسایت. اینا خبر خوش خبری برای دوستای ما بود البته. و ضمناً باید یاد بکنم در مورد قتل بسیار ناجور و نادرسته که در افغانستان در ولایت قندار اتفاق افتاد و 17 نفر اکثر شام اطفال جان و عزیز خود از دست دادن به خاطر یک عسکر آمریکایی که مرتکب از این جنایت شد. و خوشبختانه که متهمش ساختن و شاید یعنی فکر میشه که یعنی به مرگ چیز شوه، جزای مرگ برش داده شوه. امیدوار هستیم که جزایی که عدل و عادلانه باشه باید حتما داده شوه تا حق امو بیچاره و کسایی که در ایران جانای عزیز خود از دست دادن در حالی که بیگناه بودن تأمین شده باشه. و یک نکته دیگه جالب است که یک ماه قبل یک پسر 17 ساله در ولایت در استیت فلوریدا به خاطر از اینکه سیاه‌پوست بود کشته شده از طرف یک گارد یا یک کسی که در اونجا بود و این تهدید به منطقه سفید پوستا بودن ایرا کشتن بچه 17 ساله را به خاطر که سیاه‌پوست بوده، مسلح هم نبوده و یک جنجال کلان را ایجاد کرده که در این روزا تظاهرات بسیار زیادی است در این مورد و باید آن باشه برای اینکه به خاطر تبعیض نژادی بوده، به خاطر جلد و رنگ پوستش، رنگ پوست یا رنگ جلدش او را به قتل رساندن. که تا پرزیدنت اوباما هم میره در بیانیه خود یاد کردن که اگر بسیار خوب یاد کردن که اگر اونا گفتن که اگر پسری هم می داشتن و هم بچه می داشتن مثل زور یک بچه می بود، بچه سیاه‌پوست می بود هستن. خب چطور یک کسی به خاطر از اینکه
سیاپوست است و او را تهدید به خود فکر بکنه، او را کشته بچه عبدالصالح که حتما حتما باید به چنگ قانون سپرده شود اینا، و اینا مجازات لازم را ببینن که همچون اعمال که کاملا ضد اسلامی، ضد انسانی، ضد بشری هست، او جزای کافی و لازم را باید ببینن تا دیگر را پند بگیره و از همچون اعمال خودداری بکنن. واقعا قرآن کریم بهش روی بحث روی از بحث نمی کنم، بسیار بسیار واضح است در این مورد. ادیان همه و باید واضح باشه، اما قرآن کریم آیاتش بسیار زیاد واضح است در این مورد. اما مورد صحبت امروز ما روی از اون نیست. البته من میخواستم در یک مطلب دیگه البته صحبت بکنم، اما دیشب ببخشید، دیشب یکی از مخلصین برنامه ما، برنامه برگشت به قرآن، یکی از عزیزایی که ما تا دالم روبرو هم ملاقات نکردیم ولی بارها صحبت کردیم و انسان محترمی هستن، یک تعداد بینندهای ما به مشکل بوده مخلصین است که همیشه تلفنی صحبت کردیم یا از طریق ایمیل، اما ما دالم ملاقاتش نکردیم نظر به ای که در کجا هستن و اینا. اونا لطف کردن بر ما زنگ زدن که در هفته قبل بعد از برنامه ما برنامه دیگه بوده و کوشش کردن که برنامه مرا بکوبن و مرا بکوبن و بد بگوین و بنامه های مختلف یاد بکنن و اونا لطف کرده بودن، امور ثبت کرده بودن از طریق تلفن بعد در 10-15 دقیقه امون برنامه را من شنیدم که واقعا جای تأسف هست که من هفته قبلم روی یکی از وایزینه که انتقاد داشتن و چلنج داده بودن از این مسائل، هفته قبل همی برنامه را مکمل سر مطالب گرفتم به شکلی که بتانیم یکی دیگه خود کمک بکنیم و یکی دیگه خود را متوجه حقیقتی که از ما یا پنهان مانده که ما متوجه شویم، یا ایست که اگر پنهان نمانده حجت تمام شود که واقعیت قرآن کریم بر همه برسه، که یعنی کلام کلامی هست که رسا هست، کلامی هست که واضح و آشکار هست، مبین هست، هم خودش آشکار هست، هم همه چیز آشکار می سازه. و در امون برنامه البته که ما راستی همین دو برنامه هفته قبل و این برنامه را برای هم عزیزا و بینندای محترم است، اما بخصوص توجه ما برای وایزین محترم است که این برنامه بر از اونا هست که متوجه شوند که چی میگن به نام وایز و مبلغ، چی میگن و چی میکنن و امو تعصباتشان اینا را کنترل میکنن قبل از اینکه اینا خودشان امو تعصبات خود را کنترل بکنن. بسیار جای تأسف از برای واعظ و مبلغ که کار بکنه، چرا واعظ و مبلغ یک انسان باید باشه که سر خود مسلط باشه، سر تعصبات خود، سر خواستهای خود مسلط باشه. اگر واعظ مؤمن به خدا هست حتما باید مسلط باشه و تا بتانه که اونا را کنترل بکنه تا عقایقی را که امانت برشان سپرده شده، چرا او کسی که وعظ میکنه یک امانتی از پیشش که او را باید برای همه همونطوره که هست باید برسانه، نه ای که تعصبات خودش را عنوان بکنه و آیات الهی را زیر پا بگذارن و پشت سر بگذارن. و این جفای بسیار بزرگ است بر هر انسان مؤمن، جفا است و برخصوص برای واعظ. وقتی یک واعظ یا مبلغی کار میکنه دیگه اگر مؤمن باشه باید از واعظ دست بکشه تا اینکه رای خود را درست بکنه و تعصبات خود را سرش غالب بیایه و بعد از او باز میتونه. دنیای آزاد است، هر کس میتونه هر چیز بگویه، بله کاملا شک نیست، و خوشبختانه که دین هم امی آزادی را بر انسان داده. اما یک مؤمن هیچ وقت این آزادی را بر خود نمیده که هر چیزی که مخالف قرآن باشه، مخالف خواست خدا باشه بر مردم بگوید تا بتانه که خود را مطرح بکنه. یک مؤمن هیچ وقت به خود اجازه نمیده، اما اوی که اجازه میده مربوط خودش است. امیدوار هستم که
این نکته را متوجه شوند. و برنامه که برنامه برگشت به قرآن، این برنامه است که من تقریبا 6 سال این برنامه را من دارم، 5-6 سال میشن و من در طول 20 چند ساله که در خدمت افغانای عزیز خود در جنوب کالیفرنیا بودیم که بسیار محترم هستن پیش من، واقعا امی برگشت به قرآن هدف من بوده، همیشه با این قرآن کریم بودیم، همراهشان قرآن باز کردیم، همراهشان آیات قرآن را برشان آوردیم، صحبت کردیم و سند از امو قرآن کریم برشان دادیم که شماره آیت بوده، شماره سوره بوده و ازشان همی تقاضا را کردیم که خودشان هم برن بخوانن ببینن که خودشان مطمئن شوند. ولی در امو برنامه، برنامه برگشت به قرآن یا به نام من همی دارم برگشتگان از قرآن عنوان میکنن، ببینید که متاسف هستم والا، من بسیار متاسف هستم از این ناحیه که اینطور حقایق به این شکل به انحراف کشانده شد به خاطر خودخواهی های ما انسان ها و داریم این خودخواهی را، من هم دارم، شما هم دارین، همه ما شما داریم، اما ما باید این را کنترل بکنیم، نباید ما انسان ها را از راه راست منحرف بسازیم و منصرف بسازیم. و من که یاد میکنم که حتی همی کلام خدا قرآن عظیمشان در افکار مردم، در اذهان مردم، در اذهان انسان ها تحریف شده و معجزه آسای قرآن کریم، چون قرآن کریم و خداوند حافظش بوده و هست و تا روز قیامت حافظ از این کتاب مقدس هست، این کتاب آسمانی که کلمه به کلمه ازی از جانب خداوند سبحان در قلب مبارک محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آخرین پیامبر اسلام در قلبشان گذاشته شد یا وحی شد و مبارک در طول 23 سال با زحماتی که اینا به حد زحمات کشیدن یه قرآن کریم را سالم و ثابت بر ما گذاشتن، اما در اذهان مردم همین را تحریف کردن با روایات، با خودخواهی ها، با چیزهایی که خواست خودشان بوده و هم خواسته های خودشان از جامعه عمل بپوشانه، به می خاطر او را تعریف کردن. اما قرآن کریم در به می شکل که است امروز ثابت معجزه آسا مانده، اما بازم تاکید می کنم که در ذهن انسان ها این را تعریف کردن. و من اگه فکر می کنم، من میاله در این موردی که من فکر کردم که شما ببینین که اینقدر به می تعریف کردن حقایق اینا عادت کردن متاسفانه که حتی پیش روی چشم انسان کلام امو عنوان برنامه را برگشت به قرآن شما سعید کنین، برگشتگان از قرآن شما فکر کنین، به این اندازه اینا به تحریف عادت کردن و خو گرفتن به تحریف حقایق و به می شکل است که اینا حقایق را تحریف میکنن و بر دیگران میتن. و ما توصیم منیس یک برادرشان، اینا باید تیره درک بکنن که این برنامه حجت را برتان تکمیل میکنه، حجت پیش خدا، اگر مؤمنه و خدا هستین حجت تکمیل میشه، برای اینکه حقایق قرآن را من بدون کم و کاست برای همه میرسانم و شمایی که مبلغ هستین حتما میفهمین ولی حتما قبولش ندارین، او آیات را که من میخوانم شما قبول ندارین و آیات را که من میگم شما ازش نفرت دارین، باید بگویم متاسفانه نفرت دارین از آیات، به می خاطر بوده که در طول تاریخ اینا را تحریف کردین و برش چیزهای دیگه ساختین. و همی وایزم امیر یاد میکنه که گویا من همیشه سر آیه 62 سوره بقره ما تاکید کردیم و میگه آیه 62 سوره بقره و آیه 113 سوره آل عمران تر یه دو آیه تاکید، و امروز 10 آیه آوردم در قلم صبح، همین صبح که بعد از نماز صبح یک نیم ساعت یک وقت داشتم و آیاتی که به خاطر آمد نوشته کردم، 10 آیه را آوردیم که امیر بیارم خدمت شما بگویم که ما آیات قرآن را قبول داریم یا نداریم، آیا شما قرآن را غلط بر مردم میرسانین یا من در برنامه برگشت به قرآن غلط میرسانم بر مردم، آیا شما تحریف کردین یا من تحریف میکنم. خب من حقایق قرآن همونطوره که هست برای خدمت تمام عزیزا رساندیم و در این آیه مبارک
در این آیه مبارک اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم که خداوند همه ما را هدایت بکنه، همه ما را، قلب‌های ما را به نور حقیقت از این قرآن آشنا بسازه و قلب‌های ما را تنویر بکنه و وقت میشه که ما بخواهیم. اگر ما نخواهیم خداوند حقیقت خود را سر ما تحمیل نمی کنه. خداوندی که آزادی را مطلق بر انسان داد که انسان انتخاب بکنه، انسان ها خودش باید انتخاب بکنه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی که میخواه ایمان بیاره بانش ایمان بیاره، کسی که میخواه کافر شوه بانش کافر شوه، بگذارش اصلا. و ای آیات قرآن بسیار زیاد واضح است، کسی قبولش نداره یک آیه قرآن کس قبول نکنه مثل زیست که تمام قرآن قبول نکرده. برای اینکه امو آیه را که ما قبول نمی کنیم، قبول نداریم، یعنی به این معناست که ما خودخواهی های ما نمی خواهد، پس قرآن آیه قرآن ما قبول نداریم. دوگاهیش که دل ما مطابق میل خود ما هست، ولی اما اوی که مخالف میل ما سنگر قبول نکنیم کافر به این کتاب هستیم اصلا. و در این آیه مبارک خداوند می فرماید که ان الذين آمنوا، که ای کسایی که او کسایی که حقیقتاً کسایی که ایمان به خدا آوردن و پیامبرش آوردن و کتاب که عظیم شان که قرآن عظیم شان است و ای پیروای محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را یاد میکنه ما حالا، و بلا فاصله می فرماید که والذین هادو، و او کسایی که پیروای حضرت موسی علیه السلام است، یعنی یهودی ها هستند، بعد از او و نصارا و نصرانی ها را یاد میکنن و صابئین و گروه دیگی را یاد میکنن، صابی ها هست. حالا چهار طبقه را قرآن عظیم شان یاد کرد و بعد از او اینا کمی را توضیح میتن که اینجا میگه من آمنه، در اینجا خداوند میفرمایه که چهار طبقه را توضیح دادن. بعد از او فرمودن که من آمنه بالله و الیوم الاخر و عمل صالحا، سه شرطی که ما همیشه یاد کردیم. او کسایی که من امید هستم، امیدوار هستم که اینا دیگه قدر باید بفهمن که کلمه من در عربی، من یعنی هر کس شامل میشه، هر کس به این معنا که به هر دیانتی که هست، به هر عقیده‌ای که هست، به هر رنگ جلدی که داره، سیاه و سفید و سرخ و زرد، به هر موقعیت جغرافیایی که منسوب است، به هر زبان و کلچری که منسوب است و به هر سن و سالی که هست و به هر جنسی که هست، زن و یا مرد، هر کس بلا استثناء، هر او کسی، من در عربی همین معنا را میده. خداوند میفرمه که من آمن بالله، و من آمن بالله اوتومات آوردن امرو از اینکه وقتی آمن بالله یعنی با محمد صلی الله علیه و آله بره. پس شما تحریف کردین یا ما تحریف کردیم؟ آیا اگر ایمان در شما هست شما خودتان بگوین که شما همیجه تحریف نکردین، ثبت شده ریکارد در دوست ما در ریکاردش داره و بینندای ما شنیدن اصلا که امیج شما تحریف کردین که خداوند میگه من آمن بالله و اونا میگن که یعنی ایمان به خدا، یعنی خدا از طریق محمد معرفی شد صلی الله علیه و سلم، یعنی به محمد هم ایمان بیارن. آیا خداوند چرا این ذکر نکرد؟ این کلام الهی که این کلام است که در سوره اعراف آیه 52 می فرمایه که ولقد جئناهم بکتاب، کتاب رو برای اینا آوردیم، روان کردیم، فصلناه على علم، فصلناه میگه ما مفصل تشریح کردیم با علمی که خالق داره، با علمی که خداوند داره. این کلمات با علم خدا جابجا شده، یعنی شما میگین خدا یادش رفته که محمد صلی الله علیه و سلم در اونجا می آورد، خدا فراموش کرده، برای اینکه مطابق میل شماست که یعنی هر کس مثل ما باید باشه. اگر اینا یهود می بودن از یهودیت همه طور دفاع می کردن، اگر اینا مسیحی می بودن از مسیحیت همه قدر دفاع می کردن، اگر اینا زردشتی می بودن از زردشتی همه قدر دفاع می کردن، قرآن رد می کردن، بر علیه محمد صلی الله علیه و سلم می بودن. اینا تعصبات است که انسان ها در هر گروه آینی که هست از این تعصبات داره. برای اینکه وقت تعصبات سر انسان حاکم شد مسلمن که همینطور انسان بدبخت میسازه. و اونا میگن که ایمان به خدا، در حالی که وقتی ایمان به خدا میگن محمد صلی الله علیه و آله بود که الله را معرفی کرد، یعنی پیش از او خیلی این پیامبرای دیگه چی کردن؟ این پیامبرای دیگه خدا را معرفی نکردن؟
بسیار جالب است که یک واعظ، یک مبلغی گپ میزنه، یک مبلغی که اینقدر تعصب فرا میگیرش که اصلا کاملا همه چیز فراموش میکنه. پیامبرا چی به خاطر چی آمدن؟ به خاطر می آمدن که خدا را یکتا یگانه معرفی بکنن، یکتا و یگانه معرفی بکنن. این ده ها یا ده ها هزار پیامبر که آمد چی شد؟ چی کردن؟ و هیچ پیامبر نامد مگر که خدا را یکتا و یگانه معرفی بکنه و اصول خدا را بر مردم بده که ما آخری نشستیم و کامل ترین نشه قرآن کریم تایید میکنه. و در اینجا اینا میفرمایند که من آمن بالله و الیوم الاخر، کسی که به خدا و محمد علاوه کرد، در اینجا کاملا تعریف کرد قرآن، آیه قرآن تعریف کرد، برای اینکه از این آیه، از این طور آیات اینا نفرت دارن، واقعا نفرت دارن. به می خاطر نفرت بوده که یک تعداد امین گروهی که به می فلسفه ها بوده متعصبین، اینا کسایی بودن که تحریف یا این آیات را تحریف کردن، روایت برش ساختن، یا اگر تانستن این را گفتن که باطل شده. یک وقت بود آره دیگه باطل شده، یعنی منسوخ شده، باطلش کردن، کلام خدا را باطل کردن برای اینکه خواست خود از اینا، اما طور یک چیزی نبوده. و قرآن کریم در آیه از سوره عذاب است، بله آیه از سوره عذاب، آیه 72 سوره 33 قرآن پاک است. خداوند می فرماید که انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. میگه ما امانت بزرگ را سر آسمان ها و زمین و کوها عرضه کردیم، فابين ان يحملنها واشفقن منها. اینا عبا ورزیدن که مسئولیت خطیر را بردارن، مسئولیت عظیم را بردارن و اشفقن منها و ترسیدن که احکام زیره نتانن که عمل برش بکنن، پیش خدا مجرم محسوب میشن. ولی و حمله الانسانو، ولی انسانی را حمل کرد، انه کان ظلوما جهولا، انسان ظالم و جاهل است. برزی که انسان گفت من میگیرم هر چیز باشه، ولی هر وقت دلم نشد تعریفش میکنم، دلم نشد برش روایت میسازم، دلم نشد خواست خودم نبود، تعصبم برم اجازه نداد، باطل اعلانش میکنم، کی داد و کی گرفت؟ ایمان است؟ استغفرالله، ایمان نیست. ایمان با که تو کسی که یک آیه قرآن رد بکنه، قرآن کریم را رد کرده، مطلق رد کرده. باید همه، اگر ایمان مانده، اگر قلب ها دیگه سیاه نشده کاملا، اگر قلب ها دیگه تار و تاریک نشده، باید ایمان خود را تجدید بکنن. برای اینکه حجت این برنامه تکمیل میکنه، این برنامه برگشت به قرآن است، حجت این حجت از برای همه که آیات قرآنی را براتون میتم، احکام الهی را براتون میتم و ترجمهش را براتون میکنم و از خود شما میخوایم ترجمه بکنید ولی تحریفش نکنید. با شما مرا متهم میسازید که من آیت غلط میخوانم. بله، پس خداوند در آیه 62 سوره آل سوره بقره یاد میکنه که هر کسی که به خدا و روز آخرت ایمان بیاره، به خداوند و روز آخرت، محمد صلی الله علیه و آله اینا علاوه کردن درش، والیوم الاخر، به روز آخرت که روز مسئولیت است، یعنی اگر ما امروز این مسئولیت را به روز ایمان به او روز باشه، هیچ وقت کلمات دیگر را در لابلای کلمات ما جای نمیدیم، یک کلمه دیگر اضافه نمی کنیم که خواست ما هست، خواست ما انسان های ظلوما جهولا که قرآن کریم خوانده ما را، ظالم و جاهل، بی خبر، بی مسئولیت. و بعد از او عمل صالحاً و عمل نیک بکنن، و عمل نیک بکنن. عمل نیک هم جالب بوده که اینا یاد کردن که به می زبان یاد کردن که عمل نیک یا مسیحا درنگ میکنه، یهودیا درنگ میکنه، یه عمل نیک نیست دیگه.
خب عمل نیک شما درن کردن عمل نیک و به عمل نیک چه ارتباط داره؟ او که مسائل شخصی انسان هست، خودش میفهمه و کارش، و عمل نیک تنها درن کردن است که بعد گفتن که ما مسلمان ها که نماز میخوانیم و قرآن میخوانیم، شب میخیزیم و نیم شب میخیزیم. خب اگر همه تران باشه، او مسلمانه که اگر نماز هم بخوانه و قرآن هم بخوانه و بره قتل بکنه، او مسلمانه که نماز هم بخوانه و قرآن هم بخوانه و روزه هم بگیره، دروغ بگه، تخریب بکنه، قرآن رد بکنه، او مسلمان نیسته. ما خب براتون بارهایی را یاد کردیم، در هر گروه انسان های خوب و خراب وجود داره. آدمی نفر دیگه که در فرانسه رفت 7 نفر کشت به شمول 3 تا طفل یهودی، عدمت پیش مدرسه شان از مدرسه برآمده بودن کشتن، نامشان بدبختانه که محمد میرا نامش بود چه بلا، که به جزای اعمال خود خودش رسید، کشته شد. خب او نماز نمیخواد، خب میخواد. او قرآن نمیخواد، قرآن هم میخواد، روزه هم میگرفت، بچه 24 ساله. خب این جنایت است که ما داریم میکنیم به نام دین آوردیم. اصلا و عمل صالحا، عمل نیک انجام دادن هست، هر کار خوبه که مفید باشه برای خودش، برای جامعهش، برای مردمش، خود در خدمت مردم باشن، اونو عمل نیک است. آیا مگر فراموش کردین شما اهل حدیث؟ یا احادیث هم قبول ندارین؟ مسلمان احادیث هم شما قبول ندارین دیگه. احادیث را که من مطابق قرآن میافم، باز اینا قبول ندارن و احادیث ها. اگر قبول بکنن، عمل باید برش بکنن. پیامبر خدا مگر نمی فرمودن که خیر الناس انفعهم للناس، بهترین انسان ها کسایی است که نفعش به دیگه انسان ها برسه، منفعتش بر دیگه انسان ها برسه. و همی کسایی است که می غربی هایی است که امروز کار کردن، زحمت کشیدن، عمر خود را تیر کردن به خاطر تکنیک و تکنولوژی و به هر چیزی که ما در اختیار ما گذاشتن که ما این کلام خدا را بر مردم برسانیم، ولی ما تعصبات خود را مثل زهر مزهک و زهر به اصطلاح کشنده ما بر همه می رسانیم، تعصبات خود را از این طریق. و اینایی که امروز چقدر انسان هاییست که اگر همی تکنیک و تکنولوژی نمی بود، از بدوایی و بدون از این تشخیص درست و دوای درست برش نمی رسید، تشخیص درست مرضش نمی آفت، نجات پیدا کرده، چقدر انسان هاست. چیزهای بسیار اندکی است که ما فقط فکر بکنیم. یک سلفونی که پیش ما هست که هر وقت ما ازش استفاده میبریم، و یا کامپیوتر یا هر چیز دیگه را که ما فکر بکنیم، اینا خدمت به بشر نبوده. اینا را شما پرده ها پیش چشمتان گرفته که اصلا شما نمیفهمین، اینا فقط درنک میکنن گفته اینو خلاص چیزی هست. یک ذره توجه بکنین به گپ کلماتتان. افتخار به نماز و روزه نمیشه که ما افتخار بکنیم. یک نفر میتونه، یک مؤمن، اگر مؤمن درست است، نماز خود را براخ مردم نمیکشه، روزه گرفتن خود را براخ مردم نمیکشه، که ما نماز میخوانیم ما بهتر هستیم. کجا خدا گفته که نماز بخوانین بهترین انسان ها میباشین؟ این مؤمن انسانی را گفته که تسلیم خدا باشین بهترین انسان میباشین، تسلیم خدا باشین و عمل خوب انجام بدین. بله، خب اونا را خداوند میفرماید که و اعمال نیک انجام بدن، فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نه اجرشان پیش خداوند حفظ است، نه خوف داشته باشند و نه ترس را به خود راه بدن. هر کسی که هست، به هر گروهی که منسوب هست، و شما یک آیه را اگر رد میکنین، گفتم امروز من صبح که گرفتم 10 آیت من فکر اومد نوشته کردیم، من آیت براتون یک اشاره میکنم تقریبا که آیه از سوره بقره آیه 112: بلا من اسلم وجهه لله و هو محسن. نمیگه هر او کسی که تسلیم بکنه خود را به خداوند، وجه خود روی خود را، یعنی کاملا تسلیم خدا باشه،
در هر گروهی که منصوب است، ولو اشتباه باشه. بله، چرا حقیقت یک حقیقت است. بله، قرآن کریم تکمیل شد، امروز دین برای همه رسید، برای دین، برای ما مسلمان ها در اختیار ما از قرآن عظیمشان، و ما وظیفه ماست که برای همه برسانیم. اول باید اخلاق خوب یاد بگیریم، اول باید ما حسن رویه را با دیگران داشته باشیم، دیگران را باید ما بشناسیم و دیگران را ما باید با تفاهم باید بر امرشان برسانیم. و فراموش نکنم که همین برادران باز در چیز خود یاد میکنه که اینا میگن که ما کلیسا میریم و در کلیسا عبادت میکنیم، که ببینید که چطور حقایق تعریف میکنن به نفع خودشان. و ابدا ما نگفتیم که در کلیسا ما میریم عبادت میکنیم، گفتیم عبادت مردم است، مردم میره عبادت میکنن، مسیحا بر کلیسای خود عبادت میکنن، ما به مسجد خود میریم عبادت میکنیم، یهودی ها در معبد خود عبادت میکنن. ولی برای اینکه از هان مردم چطور اینا تحریف بکنن ماهرانه، چون دکاندارای بسیار ماهر هستن اینا، دکاندارای دین بسیار ماهر هستن اینا، که تا بتونن از هان مردم را تغییر بدن و گفتن به کلیسا میریم ما عبادت میکنیم. چقدر ببینید، چقدر یک تعداد افکار انسان ها را منحرف می سازن. و او انسانی که به اینا اعتماد بکنن و اینا را نشناخته باشن، و به حال از اینطور انسان ها در روز آخرت، در لحظات مرگ حتی، ما همین بیننده عزیز، افغان های عزیز خود را، بیننده عزیز خود را، ما همین هوشدار برشان می تونم که وا به جانشان در لحظات مرگ، که از اینا کورکورانه پیروی بکنن. باید خودتان کتابتان رو بخونین و ترجمه خوب پیدا بکنین و درک بکنین کلام خدا را خودتان. اگر ما هیچ وقت نگفتیم از ما پیروی بکنین، اگر کسی را ما گفتیم که از ما پیروی بکنین، گناه ما بوده. ابدا من نمیگم، من میگم همه یک جا از قرآن کریم پیروی میکنین، یک ترجمه خوب پیدا بکنین، و ما در خدمت یک یک شما عزیزا هستم، یا وایزین یا غیر وایزین، یا خواهر ما یا برادر ما، یا مخالف یا موافق، در خدمت یک یک هستم که بتانم این حقایق قرآن برای همه برسانیم. و آیات قرآن همونطور که هست، همونطور که خداوند نازل کرده، ما درکش بکنیم، یک ترجمه خوب پیدا بکنین، کلام ما را بشنوین، از آقایون دیگر هم بشنوین و ببینین که خدایتان براتان چی گفته، او را پیروی بکنین. در غیر از او، وا به حالتان در لحظات مرگ که بازی افسوس بخورین و او وقت بسیار دیر شده خواهد بود، ایت به دردتان نمیخوره. آیه دیگه، آیه 148 سوره بقره، 148 سوره بقره، ولکل وجهه هو مولیها فاستبقوا الخیرات. یعنی برای هر یکی، هر کسی، ولی کلن، بر هر گروه یا بر هر فرد، تنها هر گروهی از خود یک روش عبادتی دارن که به او سو رو آورده. هو مولی ها، خداوند هدفش است، خداوند هدفشان است. هو مولی ها، گفتم که شاید درست نباشن، بله چیزایی که مخالف قرآن عظیم شان است، رایتان درست نیست، قرآن کریم برشان نرسه، ما باید برسانیم برشان. اما تسلیم خدا هستن، خدا را شناختن، کسی به زور اونا را به سوی عبادت نمی برشانه، بلکه خودشان به میل و رغبت خود میرن، اونمو تسلیم خدا هستن، خودشان به میل و رغبت خود با قلب متواضع خود دعا میکنن، از خدا یک چیزی میخواین، خدا را همونطور شناختن، اونمو تسلیم خدا هست. ولو که به اصول که اعتقاد داره اصول غلط باشه، به کتابی که اعتقاد داره کتاب غلط باشه، به هر گروه و آیینی که هست، اگر تسلیم خدا هست، رایش درست است، تا وقتی که حقیقت دین اصلی برشان برسه و او وقت رای خدا بهتر بسازه. اگر باز حقیقت برشان رسید و او وقت گفتن که نه، ما دیگر قبول نداریم، برای اینکه عرب هاست، من همی فهم و مسلمان هایت و رسول این آن حقیقت را درک کردن، اگر قبول نکردن، او وقت باز اونا کافر میشن. در غیر از او، تسلیم خدا هستن، مؤمن به خدا هستن و خداوند برایشان باشه.
پس اینجا خداوند میفرماید که ولی کل وجهتون هو مولیها، که خداوند هدف شان است فاستبقوا الخیرات، شما در کارهای خیر با یکی دیگه تان مسابقه بتین، یعنی ما را که امتیاز میبخشه در کار خیر است. به این نیست که ما چقدر نماز میخوانیم، 50 دفعه نماز میخوانیم، تو کار خیر برای انسان انجام بده. انسانایی که نیاز به کمک دارن، انسانایی که نیاز به تکنیک و تکنولوژی دارن، ما باید در راه پیش شویم، پیش گام به پیش قدم شویم. فاستبقوا الخیرات بارها قرآن کریم یاد کرده، نگفته که فاستبقوا بر نمازها از یکی دیگه تان پیشی بگیرین، در روزه زیاد روزه بگیرین که براتان بهتر است. روزی ماه مبارک رمضان که فرض است، او را مسلمان برای خود انسان ها نمی کشه، یک مسلمان مؤمن نمی کشه، یا نماز بر رخ انسان ها نمی کشه که ما نماز زیاد می خوانیم، ما حج زیاد میریم و می بریم، مردم دیگر پول جمع می کنیم، بهترین بزنس است، مبارکتان باشه. و آیه 113 تا 115 را که ما همیشه یاد کردیم، 113 تا 115 سوره آل عمران، سوره سوم قرآن پاک است، ما فقط یک آیه بسیار سریع میگذرم که لیسوا سواء من اهل الكتاب امه قائمه يتلون آیات الله آناء الليل وهم يسجدون، یعنی از اهل کتاب کسایی هستند که اونا یک گروهشان هست که قائم، امت قائمه، امت است که پابرجا ثابت استادن به عقیده خود، به او ارزش های خود استاده هستند. تعصبات اونا را زیر تاثیر خود نمیگیره، او تعصبات ما هستیم که زود رفتیم زیر تعصبات، تاثیر تعصبات خود، که قرآن را پشت سر مندازیم، تعصبات خود را برای مردم میدیم تا بتانیم که مردم را از یک از راه قرآن منصرف بسازیم و بگوییم که اینا برگشتگان از قرآن هستند. و این تعصبات کور است که ما را چشم ما را کور کرده. باید بینا شویم، باید بفهمیم که چی میکنین اصلا. و بله، بسیار چیزهایی است که من وقت کم است، اگر دو ساعت وقت، سه ساعت وقت هم باشه که من این مطالب را بیشتر توضیح بتم و ببینم که چی در کجا ما یه قرآن، ما به کجا هستیم و قرآن کریم در کجا هست و قرآن کریم برای ما چی میگه اصلا، قرآن کریم برای ما چی میگه، و ما مردم را از راه راست منحرف میسازیم، منصرف میسازیم و برای میبریم که خاص خود ما هست. ببینید که یک آیه دیگه من میایم دوباره سر زیاده در سوره ابراهیم است، آیه سومش که بسیار تکان دهنده است برای وایزین که باید رای خود درست بکنن، بسیار تکان دهنده است اگر ایمان درشان هست. قرآن کریم میفرماید که و ویل للکافرین من عذاب شدید، کافر چه قسم معرفی میکنه؟ کافر شاخ نمی داشته باشه کافر باشه، با شاخ پیدا کنه کافر شوه، نه، کافر در بین مسلمان هم هست، کافر در بین مسیحی هم هست، کافر در بین یهودی هم هست، در بین هندو هم هست، در بین زردشتی هم هست، در هر گروه کافر وجود داره، هم مؤمن هم وجود داره، همونطور که مؤمن در بین مسلمان ها، مؤمن در بین مسیحی ها، مؤمن در بین یهودی ها و یا هر گروه دیگه مؤمن وجود داره، در بینشان کافر هم در بینشان وجود داره. و قرآن کریم می فرماید که هلاک باد برای کافران، من عذاب شدید، از عذاب شدید، یعنی عذاب شدید نصیب این گروه است که ناسپاسی کردن و ناشکری میکنن، آیات الهی را فراموش میکنن. اینجا میفرمای خداوند که الذین، او کسایی که یستحبون الحیات الدنیا علی الاخره، اونا چی کسا هستن؟ اونا کسایی هستن که حیات خدا، حیات دنیا را ترجیح میتن سر حیات آخرت، یعنی مردم را به خاطر منافع مالیشان، به خاطر نفوذی که میخواین داشته باشن، به خاطر قدرتی که میخواین داشته باشن، به خاطر پول و امکاناتی که میخواین داشته باشن، مردم را از راه خدا منصرف میسازن. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله، و از راه خدا مردم را مانع میشن،
مردم را مانع میشن، میگن برگشت به قرآن گمراه کننده است. حال یک تعداد میگن که به این برگشت نشنوین که گمراهتان میکنه، برای اینکه از راهی که ما براتون میتیم گمراهتان میکنه، با جیبای ما خالی میشه، ما دکان ما سقوط میکنه. بله بسیار واضح هست، ولی برای مردم ما امروز درک کردن دیگه و باید درک بکنن. اگر درک نکردن وا به حالشان. و یصدون عن سبیل الله، و از راه خدا مردم را مانع میشن. و یبغونها عوجا، و انحراف به انحراف مردم را میکشانن. گفتم تا انحراف به حدی که حتی عنوان برنامه را هم میتونن اینا به انحراف بکشانن که مردم را برینواش بکنن، شستشوی مغزی بدن که برنامه برگشت به قرآن نیست، برگشتگان از قرآن هستند. پیش خدا شما آیا شما به روز آخرت ایمان دارید؟ که من شک دارم، بسیار من شک دارم. از اعمالتان، از گفتارتان که در سالها ما شاهدش بودیم، بسیار من شک دارم که شما به روز آخرت ایمان دارید. شما ایمانتان به می دنیا هست، به پولش، به قدرتش، به شهرتش و به امکاناتی که در دنیا شما داشته باشین ایمان است. اگر کسی ایمان به روز آخرت داشته باشه، اینطور انسان ها را به انحراف نمی کشانه. اولای کفی دلال بعید، اینا در گمراهی بسیار بعیدی هستند. بسیار اصلا ممکن نیست که اینا بر راه خدا بیاین مگر اینکه خودشان بخواین. انسان ها فقط خودش بخواه که بیاین. اگر انسان ها خودش نخواه، خدا دین خود را تحمیل نمی کنه سر انسان ها. بله ببینید که آیات ما براتان میگم برادران، از آیه 113 تا آیه 115 شما خودتان بخونید. ما چون خطا را باید بگیرم، با دوستای خود باید صحبت بکنیم، عزیزایی که هست صحبت بکنیم، میتونن دوستای ما زنگ بزنن. و دیگه آیه فرزن آیه از سوره حج است، سوره حج سوره 22 قرآن پاک آیه 67ش است که میفرماید خداوند که لکل امت جعلنا منسکنهم ناسکوه، بر هر گروه امت ما یک مناسک را دادیم. ببینید ای آیات را اینا قبول ندارن. اینا اگر قبول دارین کدام آیه را شما رد میکنین؟ گفتم 10 آیه ما آوردیم امروز هم صبح که ما چه آیه گرفتیم از قرآن کریم گرفتم. خداوند میفرماید که بر هر گروه ما مناسک را دادیم که هم ناسکو، که اونا به مو مسیر به مو مناسک رو میارن و خدای خود را شناختن. فلا ینازعنک فی الامر، با تو در این امر در این کار منازعه در کار نیست. بسیار واضح هست، بسیار واضح و آشکار هست. ما نمیتونیم آیات قرآن منسوخ بکنیم، ما نمیتونیم آیات خدا را تحریف بکنیم به خاطر خاص خود. یک مؤمن تسلیم به خدای خود هست، یک مؤمن قلب تسلیم داره و کلمات خود را سنجیده میگه، و یک واعظ و مبلغ که بسیار وظیفه خطیر دارن که حقایق قرآن بر مردم برسانن، نه که خواست خود را بر مردم برسانن. و در طول تاریخی جفا بر علیه از این کتاب صورت گرفته که انشاءالله من در برنامه بعدی سر این مسائل بیشتر میایم صحبت میکنم. و فراموش نکنیم که من باید خدمتتان یاد بکنم که من 3 ساعت 12 برنامه زرین ما دارم، در زرین تیوی برنامه می داشته باشم. و خوشبختانه در 3 هفته که داشتم 1 ساعت من برنامه دارم، برنامه 1 ساعت است، اما در 3 هفته 3 ساعت من برنامه داشتیم و 2 هفتهش بدون وقفه بوده، بدون کمرشل و اعلانات و اینا بوده، برای اینکه قدر تلفن ها زیاد می آمد که واقعا همه را من باید می گرفتم و دوستای ما مسئولین تلویزیون هم لطف کردن و حتی گفتن که همین برزی که می خواهیم که بینن چقدر برنامه بیننده دارن اینا، و اصلا خطا همیشه پر بوده و من 3 ساعت آخر خودم خسته شدیم. 3 ساعت با عزیزا صحبت کردیم، 3 ساعت برنامه، 1 ساعت همیشه 4 ساعت برنامه، اصلا آدم خسته می سد حتما. اما افتخار داشتیم که در خدمت عزیزا بودیم و امروز هم ساعت 12 بجه من در خدمت شما عزیزا هستم. البته اون از طریق کسایی که در اروپا و اینا هستن، از طریق جادو باکس، از طریق
گلوز اینا هم میتونن که ببینن در اینترنت اینا. و ما دکتر صاحب استانیزه باز با خود دارم که سر آزادی عقاید صحبت میکنیم. صحبت بسیار خودمانی و دوستانه است، دیالوگ والا یک چیزی هست که ببینیم که ما در کجا قرار داریم، اصلا چرا ما آزادی عقاید را محکوم کردیم، در حالی که انسان اگر آزاد نبود اسیر دست انسان‌های ظالم دیگه هست و باید انسان‌ها آزادی خود را باید بگیرن، آزادی عقاید را، آزادی انتخاب خود را، آزادی گفتار خود را و آزادی پندار خودشان انتخاب بکنن که پیش خدای خود از اون انتخاب خود خودشان مسئول است. اگر یک کسی دیگه برشان انتخاب کرد اصلا از اونام قبول نمیشه و اونایی که سرشان تحمیل میکنه فرعون واره یک چیزی میباشن دیگه واضح است که او رای بسیار غلطی است. امید است همه مخصوص واعظین محترم همین رای خدا بهتر بسازن. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. صبح شما بخیر. بوده خواهش میکنم. سال نو شما را مبارک باشه. خوشی پیش دور داشته باشید. برای شما همچنان انشاءالله. خواهش میکنم. عمل نیک که جنابشان فرمودن. بلی. عمل نیک کمک به انسان هاست. چنانچه خود آقای سادات از این مسئله استفاده میکنند که در جرمنی از عمل نیک همی خارجی ها نشستند. بلی. باید خارج او را از آلمان بیرون میکردند. اما همو کافر جرمنی که وکیل دعوایش بود دستش گرفت و عمل نیک انجام داد. بله بسیار تشکر. اینا که از خانه کافران میخورند و از سوسیالشان استفاده میکنند و از نعمات خداوندی که برشان میرسه و اونها رو توهین میکنند. متاسفانه. فقط مخواستم عمل بسیار نیک برای آقای سادات تشکر کنم. بسیار تشکر، لطف کردین، ممنونتان هستم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله از شما همچنان. و واقعا جفا هست که ما نمک را بخوریم و نمکدان را بشکنیم. بسیار جفا هست. یک سر انسانیت برای ما انصاف باید بده. اسلام منتهای انصاف هست. اگر ما از اسلام پیروی بکنیم منتهای انصاف هست. برنامه برگشت به قرآن با محمود وسیق. السلام علیکم برادر محترم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیز ما بفرمایید. قربان شما خواهش میکنم. برادران محترم، کسایی که صدای ما را میشنوند ببینید که خدای تبارک و تعالی در قرآن میگه ویل للمصلین، افسوس به حال آنهایی که نماز میخوانند، افسوس به حال آنهایی که قرآن میخوانند، افسوس به حال آنانی که تفسیر میکنند ولیکن خدا را حاضر ناظر نمیدانند. بیشتر بسیار خوب صحبت کردی که شما گفتین که در سوره ابراهیم گفتین، در کدام سوره گفتین؟ بله. که یعنی آن کسانی که به خاطر اینمی دین خدا در بدستشان پیسه میایه یک تومون الحق بالباطل. امروز ای برادرانی که صدای ما را میشنوین، ای کسانی که مسلمان هستین، امروز در این برنامه هایی که به نام سنی و شیعه بلیاز خدا شما یک دفعه دقیق فکر کنیم به برنامه هایی که آنها برپا کرده، یکی به نام علایانی، دیگر به نام ملازاده یا وصال یا کلمه، شما گوش بگیرین. این دین است کسانی که این را دین میگوین و والا قسم است انسان را از دین خارج میکنه. بلی تشکر. تقریبا بدون دب زدن، بدون توهین، حتی آنهایی که امروز همی کار میکنن به ذات خدا قسم است در یک بزمان شان داد که 7 ساله، 8 ساله، 9 ساله کسایی که این را ترینینگ میداد از این همین برادرزاده های خود آقای ملازاده بودن که در خود بلوچستان آنها اطفال را میگرفتن ترینینگ میدادن که چی رکم یک انسان که شیعه مذهب است او را حلال میکنن. متاسفانه. بسیار تشکر. خدا اینا خواسته که امروز مسلمان هایی که در بین مسلمان ها نیپاک میپسته اینها دشمنان خدا. بلی بسیار تشکر. بسیار تشکر. امروز ما با همراه برادران عیسوی و یهودی باید اتحاد داشته باشیم. بسیار تشکر. حتی با آنهایی که هیچ دین ندارد ولیکن افسوس که امروز مسلمان هم بیکشند. بسیار تشکر والا. بسیار لطف کردیم. ترنینگ میتا بریاض خدا این بسیار ممنونتا. خیر او اخرجت لناس تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. آیا این تبلیغ که پیغمبر گفته که خیر او ماستین، امروز این انسان هایی که بنام تبلیغ اسلام این چه توهین هایی هست که بنام سنی و شیعه اینها در بین مسلمان ها نپاک میپرده. بسیار تشکر. بسیار تشکر. خب شما خوب دقیق
بسیار تشکر. بسیار تشکر. بسیار تشکر. لطف کردین. لطف کردین. خدا نگهدارتان باشه. از کلمات بسیار خوبه که یاد کردن. بله. برنامه برگشت به قرآن با محمود وثیق. آقای وثیق السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. کوهستانی هستم. آقای کوهستانی محترم. لطف دارین. ببینیم برنامه محترم شما را. خواهش میکنم. چیزی که بسیار نقطه مهمه گفتین صاحب که با واقعیت که حال یک یاد مردم ها در اروپا امریکا پیدا شده به نام اج امره صاحب مردم ها را در بزنس میکشنن در بزنس میبرن بلی بیوز ای که در افغانستان یک شفاخانه جور بکنن بلی بلی بسیار آلیست با یک دوست و خیش قوم غریب خود صدها غریب از کمک بکنن که خداوند ایره اجر بده برشان متاسفانه که بخاطر بزنس شخصی خود اینی کارها را درام اندازن کاملا خداوند ادایت نیکی بتشان انشالله جانم یک سوال دارم بلی بفرمی خواهش میکنم و این سوالم دو جز داره بلی سوال مثل راجع به ازدواج است بلی یکی در برادرهای مسلمان ما به نام مسلمان همین جوانای مسلمان ها در اروپا و امریکا ازدواج میکنن با دیگه ادیان با دیگه کتاب ها ازدواج میکنن دیگه این شرایط ازدواج از اینا که با غیر دین ما ازدواج میکنن ما از شما میشنم چه قسم ازدواج بکنن بلی با دیگه ادیان مثلا با عیسی مذهب با دخترهای عیسی مذهب یک دوم کسایی که فیلن سه تا چهار تا طفل داره ده سال پانزده سال زندگی کرده است ازش پرسان که برادر محترم تو ایره نکاح کرده ای و بعد از او مسلمان ساخته ایش که نکاح کرده ای مسلمان ساخته ایش میگو به حساب عیسوی ما نکاح کردیم بلی؟ آیا در این عیسه چه قسم امر خدا و پیغمبر و شریعت غرای محمدی شما هسته حتما یاد میکنم بسیار تشکر بسیار تشکر خواهش میکنم بسیار لطف کردین خواهش میکنم خدا نگهدارتان با مان خدا تشکر ببینیم که مسئله ازدواج اینا قرآن کریم در قسمت اهل کتاب آیه سوره مائده است سوره مائده سوره پنجم قرآن پاک است فراموش نمیشه که سوره پنج آیه پنج که غذای اهل کتاب را حلال کرده و ازدواج با زنان اهل کتاب را هم خداوند حلال ساخته اما این که خداوند یاد میکنه که در این آیه مکمل آیه چیده بخوانید چون وقت ما بسیار کم مانده آیه پنج سوره مائده مکمل نشان میده که زنان محسنه اهل کتاب برتان حلال هست و انسان ها خودشان انسان مؤمن باشه با مؤمنین دیگه اگر ازدواج میکنن که از ادیان دیگه هست مسیحی و یهودی و اینا ازدواج میکنن قرآن کریم کاملا ایره اجازه داده ازدواج اسلامی صورت میگیره ازدواج مسیحی صورت نمیگیره در کلیسا نمیرن ازدواج نمیکنن من در یک مسجد در یک محفل یک مسلمان نکاحشان عقد میکنه میبندن و اونا در موقع ایجاب و قبول هم که میشه که به نام یعنی مطابق شریعت اسلامی یعنی یکی دیگر قبول دارن و این نکاح را میپسندن بلی نکاحشان قرآن کریم اجازه میده بدون شک اجازه داده شده اما ترجیمه که ما همیشه گفتیم و ایرام کوشش کردن که مخالفین ما بیشتر به یک مسیر دیگه بکشارن تا از ذهن مردم را تغییر بدن که همیشه این کار کردن و ما بارها یاد کردیم که ترجیم ما مسلمان اول باید با مسلمان ازدواج بکنه حتی با وصف که ما شیعه و سنی هر دوش مؤمن به خدا هست هر دوش به روز آخرت ایمان داره هر دوش پیامبر خدا ایمان دارن مؤمن به خدا هستن اختلافات فقهی است هر دوش درش متاسفانه دامن زده میشه اما ما ترجیم امیست که یک سنی با سنی ازدواج بکنه خوبتر است شیعه با شیعه ازدواج بکنه بهتر است برای اینکه اولادایی که به دنیا میان یک پدر به یک شکل نماز میخونه مادر به یک شکل نماز میخونه یا پدر بره به یک مسجد بره مادر بره به مسجد دیگه بره یک اندازه پاشیدگی ها را در فامیل ایجاد شاید بکنه گرچه که برادر و خواهر ما بوده که چند بار زنگ زدن در برنامه که یک شوهر سنی بوده خانم شیعه و زندگی های بسیار خوب داشتن خداوند همراهشان باشه و اونا انسان های روشن و خوبی بودن که دین را تسلیم شدن به خدا گرفتن و فقهشان فرق میکنه اما خداوند
یعنی منظورم این بوده که مسلمان با مسلمان شرط اولش است، اما خداوند اجازه داده که با اهل کتاب، با زن اهل کتاب بتانن ازدواج بکنن، صورت بگیره، هیچ ممانعتی در اون صورت نیست. برنامه برگشت به قرآن با محمود وثیق، وقت ما بسیار کم است، خب بنده لطف بکنین. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. تشکر بسیار روزی از برنامه بسیار خوبتان، بسیار آمادنده. تشکر. از بسیار مختصر میخواستم نظر خود از مورد تمام پروگرامه که به اصطلاح برنامه دین معرفی میکنن، میخواید معرفی کنن، وقت نظر خود بگویم بسیار یک مسلمان یا یک انسان یا یک افغان. اگر بسیار لطف کنین بسیار مختصر که یک دقیقه وقت مانده. بله یک دقیقه خوار گل وقت مانده، با لطف بکنین بسیار مختصر. بله بسیار افهم میخواهیم. بخاطر از اینکه مثلا قسم که شما هم گفتین، ما مسلمان ها همیشه وقتی که دست ما بند میشه نام دلار و یورو و پاوند و اینها را میگیریم. چرا نام پولای پیسه عربی را نمیگیرن وقتی میخواهیم کانال را بزنن به نام کانال اسلامی؟ میگن که مثلا اسلام را میفته هر کسی بتن اگر یک دلار هم کمک کنه، ده دلار هم کمک کنه، ثواب میکنن. چرا به دلار هم اینا ثواب میخواهیم که کمایی کنن؟ بله بله بله. چون دلار قیمتش البته زیاد است. یه نمیپرسم از اونا. شما وقتی که خود دلاریستار به اسلام یا اینای کسایی که دلار دارن و پاوند دارن و یورو دارن، اینا رو خودشون میکوبین، دشمن سرتان است. بله. و به قول از برادر پیشر گفت هم نانشون هم میخورن، هم در ملکشون زندگی میکنن، چرا مو کوچ بارتون گرفته نمیره در مانسان میتونن؟ بله بسیار بسیار تشکر خوارگل، بسیار مقبول صحبت کردین. وقتم تمام شده خواهر گل. از کجا مملکت عربی آمده؟ بله. از کجا مملکت اسلامی آمده؟ بله. در ما خواهر گل ما شما همین از خواهر گل ببخشید آقای وسیم. بله خواهش. جمله بگرم به من اجازه بدید. بله بفرمایید. مثلا وقتی که اینا ما را میخواین به این طرف، اینا همه چیزی که دارن از انسانیت و شرافت و از گذشت که دارن در مقابل ما مردم، که ما وقتی که نمیگن هنوز اینا را قرضدار خود میدانیم، بانک به پول از یا میایید به کمک از یا میایید بر ما خانه همه چیز میدن، ولی هنوز هم یک چیز دیگه هم اضافه میخواییم. بسیار تشکر. اینا برای ما چی نشان میدن؟ همون چیزایی که دارن بهترین های خود برای ما، مثلا مکتب مدارس، همه امکانات تحصیلی و تدریسی، چیزای خوب. ای کاش وقت می بود. ما با فکر برند که چیزا میشه. او گناه خود ما. بله واقعا. ای کاش وقت زیاد می داشتم خارق العاده کم بود. ما نه یک روز بمونیم افغانستان، ما چی برای اون نشان بدیم؟ بسیار تشکر خارق العاده. آدم کشی، خونریزی، چی داریم که ما برای اون نشان بدیم؟ حداقل این چیز داره. امید است. تبلیغ کنم که ما هم یک روز اگه بخوایم داشته باشیم به نام اسلام، به نام مسلمان، به نام افغانستان، به نام افغان، که ما نه وقت دعوت میکنیم به مملکت خود، ما برای اونها یک چیز داشته باشیم که برای اونها بکنیم. امید است که در برنامه‌های بعدی با زنگ بزنیم. خواهش حتماً 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 خوش شدید، لطف کردید. خوب بسیار خوب بسیار خوب، انشاءالله من امروز شان هستم یک دو ساعت با بر شما همچنان. بسیار تشکر، لطف کردید، خدا نگهدارتان و شما عزیزان تا هفته آینده در خدمتتان باشم. به خداوند کارساز مسپارم و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. ديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة ويا الشهادتان كعيدة الإيمان والصوم والصلاة وحج والزكاة. آریانا افغانستان یگانه شبکه تلویزیونی ملی افغانها در خارج از کشور.